یکی قطره ای ز ابری چکید خجل شد چو دریا بدید بگفت گر این دریاست من چیستم گر این هست حقا که من نیستم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای گل سنف هفتم خوش آمدید به درس زبان و ادبیات دری در درس دهم ده در خدمت شما عزیزان و دلبندان هستیم درس امروز ما دوستان در مورد مایه حیات است آب را تحت عنوان مایه حیات از او یاد بکنند، در بخش دوم در حوزه دستور زبان میپردازیم در صفت تفصیلی دوستان و گرامیان کانال ارتباطی ما را فراموش نکنید ۲ و ۹۶4 ۷ چیل ای راه ارتباطی ما با شما خوبان دلبندان و عزیزان است عزیزان قند قبل از اینکه وارد درس جدید شویم به مانند جلسات قبل ابتدا کار خانگی جلسه قبل را حل میکنیم و بعد وارد درس نو میشویم خب شاگردای عزیز وارد کار خانگی شویم در جلسه قبل یگان کار خانگی مشخص برای شما دوستان دادیم گفته بودیم که شاگردای عزیز با علایم گار الف انده و علی را صفت فائلی مناسب بسازید گفتیم که صفت در واقع یک کلمه بود که برای توضیح بیشتر چی می آمد؟ اسم قبل از خود می آمد های او در مورد رنگ، بو، مزه، اندازه و کفیت های مختلف اسم قبل خود را توضیح می داد حال او اسم قبلی که در واقع صفت برای توضیح بیشتر او می آمد چی می گفتیم دوستان؟ تحت عنوان موصوف می گفتیم که صفت به او موصوف یا اسم قبل خود برمیگشت حالی اگر او موصوف از نوع فائل باشد به او صفتی که در مورد توضیح بیشتر او موصوف میاد میگوییم صفت فائلی گفتیم فائل به معنای کننده کار است کسی که در واقع کاری را انجام بدهد خب حالی گفتیم که یک سری نشانه های دوستان داریم تحت عنوان علایمی که اینجا برای شما آورده ایم. که با این علائم میخوایم چه بسازیم دوستان یک صفت فاعلی تازه و نو بسازیم خب میگویم برای چه اول دوستان برای گار برای گار میخوایم چه بسازیم صفت فاعلی مناسب قبل از اینکه در واقع دوستان بسازیم یک نکته خاطر نشان بکنم برایتان ایست که ای در واقع نشانه هایی که اینجا برای شما آورده ایم این ای نشانه ها بر سر چی داخل میشه دوستان بر سر در واقع او افعال امر و افعال چی دوستان ماضی داخل میشه و تشکیل یک کلمه جدید تحت عنوان صفت فاعل میداد گار مانند چی مانند پروردگار مانند چی کردگار نگاه دوستان پروردگار کردگار میشه از صفت فائلی خب دومی دو چه دوستان دومیش دو میشه شود الف اگر یک الف داشته باشیم بخوایم صفت فایلی بسازیم با این علامت الف میگویم چی مانند بینا شنوا نگاه کنید دوستان بینا شنوا این میشه در واقع صفت فایلی که در انتهای بین و شنو چی دوستان اضافه شده یک علامت الف که میگویم در واقع صفت فایل نو را ایجاد کرده نشانه بعدی انده دوستان نگاه کنید انده که حالا معمولا قبلش یک در واقع چی داره دوستان یک زبر قبلش می آید مانند چی می دوستان مانند بیننده مانند چی شنونده مانند چی؟ گوینده مانند چی؟ خاننده نگاه کنید دوستان این کلماتی که در انتهایش چی می آید؟ در انتهایش انده می آید چی می شود؟ یک صفت است که در واقع این نشانه ها بر سر چی آمده؟ بر سر انده یک آمده در واقع از چی می آید دوستان؟ از بین و از شنو شنو و بین چی می شود؟ شنو و بین هر دو در واقع بونه چی هن؟ بون مزارع هستن دوستان نگاه کنید دوستان در ساختن بون مزارع ما چی میگفتیم میگفتیم که از مثر میسازیم اصل بیننده چی بوده اصل بیننده بوده چی ببین از مصدر دیدن می آید که در واقع می چیکار میکنیم او را امر میکنیم از مصدر دیدن در واقع امر میکنیم میشه چی می ببین حال او ببین بی ابتدا که در واقع بی امریست هضم میکنیم میشه چی بین حالا بین که داریم بعد انده رو اضافه میکنیم بشه بعد بیننده شنونده چطور؟ شنونده مانند چی؟ از مستر شنیدن امر به شنیدن بیشنو امر به شنیدن بیشنو بی را میکنیم بشه بعد شنو شنو در واقع میاد با انده اضافه بشه بعد شنونده یک صفت فائلی مناسب خب نه آخر دو سان آرست که در واقع برای آر هم میخواییم یک صفت فایلی مناسب بسازیم مانند چی؟ مانند کردار مانند چی؟ گفتار نوشتار نگاه کنید دوستان خواستار این کلمات کلماتی هستن که صفت فایلی ان خب نگاه کنید کردار کرد نگاه کنید گفت این میشود در واقع چی دوستان این بشود همو بون فعل ماضی ما از مستر گفتن چی؟ گفت اون نون مستری رو از انتها میاندازیم از مستر گفتن نون رو میاندازیم دوستان بشود می گفت گفت در واقع چیه؟ بون ماضی ماست الیف و را را در انتهایش اضافه میکنیم علاوه میکنیم کلمه جدیدی تحت عنوان صفت فاعلی به نام گفتار ساخته میشود <applause> خب شاگردای عزیز وارد درس نو شویم درس جدید ما که در مورد چیست درس جدید ما در مورد مایه حیات است تحت عنوان چی دوستان آب 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 مایه حیات است که حیات همه موجودات اعم از انسان ها از گیاهان اعم از حیوانات در این مایه حیاتی بستگی دارد هر جایی که آب هست آبادانی هست هر جایی که آب هست حیات است. جایی که آب نباشد حیات نیست موجودات زنده نمیباند هیچ چیزی که نشان دهنده زندگی باشد در او ساحه در او منطقه ما نمیبینیم خب میگویم چی؟ آب یگان منبع پاکی و نظافت است میگوییم آب خودش پاک است ذاتش پاک است و در عین پاکی دوستان پاک کننده نیست هست در دین مقدس اسلام در مورد هم. آبی آب آمده است دوستان که ما میتوانیم از آب برای پاک کنندگی برای تمیزی برای نظافت استفاده بکنیم و حتی حیات ما دوستان برای نوشیدن برای خوردن نیز به این مایه حیاتی ما احتیاج داریم حیات همه موجودات زنده اهم از انسان و حیوان و نبات به آب بستگی دارد خیلی نکته مهم است دوستان میبینیم که دو سوم بدن انسان دوستان دو سوم دو بدن انسان از آب تشکیل شده چهار پنجم کره زمین از آب تشکیل شده نگاه کنید دوستان یعنی بیشتره این جهان خارجی که ما میگوییم جهان بزرگ جهان بزرگی که داریم در اون زندگی میکنیم از چه تشکیل شده؟ از آب این مایه حیاتی تشکیل یافته است و خود انسان را به عنوان جهان کوچک میشناسیم جهانی که در واقع یک نقطه کوچکی در یک جهان بزرگ و پهناور است خود انسان دوستان دو دوست سوم بدن او از چی تشکیل شده از آب تشکیل شده 80 فیصد نگاه کنید دوستان 80 فیصد کره زمین از آب تشکیل شده و جالب است که دوستان نگاه میکنیم که آب که مایه حیات است نه رنگ دارد نه بو دارد نه مزه دارد نه مواد قضایی در او موجود است نه کالری دارد نه پروتئین دارد هیچ چیزی ندارد ولی حیات همه موجودات در این ماده حیاتی بسیگه دارد و این یک از نشانه های اجاز و یک از نشانه های در واقع چیست خلقت خداوند است و در واقع نشان میده که دنیا چقدر عجیب و شگفت‌آور است خب خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم در آیه سی سوره انبیا چنین میفرمایند و جعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون به چه هر چیزی زنده ای را از آب پدید آورده ایم همه موجودات زنده هر چیزی که در واقع دوستان زنده است خداوند میگوید ما او را از آب خلق کردیم از آب پاک خلقیم آیا باز هم ایمان نمی آورند؟ یکی از نشانه های ایمان به اسلام دوستان همی دیدن چیزهای آور است اجازی که خداوند از او یاد میکند یکی از این نشانه های اجاز چیست؟ همی وجود چیه؟ همی وجود همه ای انسان هاست که همه از آب است همه حیوانات است که از آب است همه گیاهان برای ادامه حیات برای زندگی خود برای بقا به چی نیاز دارند به آب نیاز دارند و این نشان میدهد که چی این نشان میدهد که اهمیت آب برای حیات همه موجودات زنده یک اهمیت حیاتی است خب میگویم که هر جایی که آب هست حیات هم هست اگر در تاریخ دوستان نگاه کنید میبینیم که تمدنهای بزرگ و پهناور و بسیار بسیار متمادی در طول تاریخ بودن که حیات داشتن از تمدن چین، از تمدن مصر، از تمدن بین و نهره دوستان میبینیم که تمدنهایی هستن که اولین نقطه ای که این تمدنها در او تأسیس شدن، شکل گرفتن، اولین مرکز او کنار چیست؟ کنار رودخانه هاست، کنار دریا هاست، کنار در واقع ابهار است در ریا... ما تمدن بین النهرین رو دوستان نگاه بکنیم شاگرد دارید؟ تمدن بین النهرین نزدیک چی خلق شده نزدیک دجله و فرات به وجود آمده تمدن چی نزدیک به یک رودخانه شکل گرفته تمدن مصر رو دو دوستان نگاه کنید در کنار دریای در نیل به وجود آمده این تمدن ها نشان میدهد که آب برای ایجاد یک تمدن نقش اساسی و حیاتی دارد برای ادامه حیات انسان نیز نگاه کنید دوستان ما در کنار غذا خوردن حتما به آب نیاز داریم اگر آب نباشد حیات انسان نیز دچار خطر می شود. وجود باغها و کشزار در مناطق پر آب و وجود خشکزار و رگزار در مناطق بی آب نگاه کنید سال ما ببینیم که هر جایی که آب هست باغ هست مرتع هست کشتزار هست حیوانات بسیار بسیار سرحال سرزنده وجود دارد و هر جایی که آب در اون منطقه موجود نیست ما متاسفانه ببینیم که گونه های جانوری گونه های حیوانی بسیار نادر هستند انسان های کمتری زندگی میکنند خانه ها که میخوان شکل بگیرد خانه ها چیونه است؟ بسیار کم جمعیت و کم هستند در حالی که در مناطقی که باغها موجود است ها موجود است ای شکل این شکل اینگونه نیست خانه ها بسیار بسیار زیاد هستند انسان های بسیار زیادی در اون جن... در او منطقه سکونت دارد نفوس بسیاری در او ساحه در واقع سکنا میگذینند و این در واقع یک نشانه چیز و نشانه حیات و زندگی برای مناطق است استفاده مردم و حیوانات از آبهای آلوده چشمه ها و کاریز ها و غیره در برخی مناطق کشور میگویم که آب اگر چه میتواند برای ادامه حیات انسان ضروری باشد دوستان ولی یک مشکلی است میتواند ایجاد شود اون مشکل چیست دوستان؟ اون مشکل ایست که اگر نگاه بکنیم آب برای شرب انسان برای نوشیدن انسان نیاز به چی دارد؟ نیاز به تصفیه دارد اگر شما میخواید آب پاک و سالم رو بخورید و دچار امراض و بیماری ها نشوید باید این آب را چیکار کنید دوستان آب را تصفیه بکنید متاسفانه در بسیاری از مناطق کشور عزیزمان افغانستان مانند خیلی از مناطقی که در نقاط و کشورهای دیگر وجود دارد از آب ناسالم اکثریت مردم استفاده میکنند آب چاها، آب رودخانه ها، آب جوی ها آب هایی هستند که در واقع ممکن است امراضی در او وجود داشته باشد آب تصفیه نشده و مردم او را میخورند، استفاده میکنند، شرب میکنند و دچار بیماری های در واقع چه دوستان؟ آبی میشند که برای بالای سلامتی انسان بسیار مضر میباشد زیاد شدن بیماری ها در نتیجه استفاده از آبهای غیر شرب متاسفانه ای پدیده در کشور ما بسیار رویت می شود بسیار از مردمی که در ساخه مختلف کشور عزیزمان افغانستان زندگی می کند اکثریت از نظر آب آشامیدنی دچار مشکل هستند متاسفانه از آب چاه استفاده می کند. آب هایی که از نظر شرب و بهداشتی در واقع او استانداردهای های لازم را ندارد و دچار در واقع بیماریهای های کلیوی می شود بماری های گوارشی می شود و بالای سلامتی انسان این کار بسیار خطر دارد حالی چیکار کنیم آب که در واقع استفاده میکنیم آب غیر بهداشتی و غیر شرب است می گویم که شیوه های پاکسازی آب آلوده چیست جوش دادن آب و علاوه کردن ادویه ضد میکروب مانند چی مانند کلورین نگاه کنید دوستان ما دو شیوه رو میگوییم که شما اگر از این دو شیوه استفاده کنید موجب چی میشود؟ موجب میشود که آبی که استفاده میکنید یک آبش آشامیده نشود آبی شرب شود اولی که دوستان اگر شما از چاه آب استفاده میکنید از آب چاه یا از آب جوی از آب چشمه از آب برکه استفاده میکنید توجه داشته باشید که قبل از اینکه او آب را دوستان میخورید شرب میکنید منوشید حتما او آب را ابتدا بجوشید هر زمانی که او آب را جوشاندید و بعد استفاده کردید این باعث میشود که میکروب ها و ویروس ها و باکتری های موجود در داخل آب کشته شود و آبی که برای شما استفاده میشود یک آب چیز و یک آب سالم و نوشیدنی است رویش دوم شیوه دومی است که دوستان در بسیاری از مناطق بیاین چیکار میکنند آب را به شکل کاملا صنعتی تصفیه میکنند در واقع یک ماده ای را در داخل آب میزند همه میکروب ها همه موجوداتی در واقع برای سلامتی انسان برای صحت انسان در واقع خطرناک است کشته می شود از ماده مانند کلرین استفاده می کند در داخل آب کلرین اضافه می کند و هر نوع مریضی هر نوع در واقع موجودات ذره بینی ریس که برای سلامتی انسان مضر است دوستان باعث کوشه شدن اینها میشه در تصویر دوستان میبینید که در واقع یک شکلی از تصویه بسیار ساده ای در واقع کلوریندار را برای شما به تصویر کشیدیم که هم میتوانید بوجو و هم میتوانید به او کلور اضافه کنید و بعد میگوید که آب بخش عمده ای از وجود زندگان ها را تشکیل میدهد اگر شما برای مدت زیادی آب ننوشید وسان سلامتی و تعادل حیات شما دچار در واقع مخاطره می شود برای اینکه خطر را تجربه نکنید باید همواره آب بنوشید نگاه کنید دوستان در طول یک روز یک انسان حداقل باید هشت لیوان هشت گلاس آب بخورد دوستان هشت لیوان هشت گلاس آب بخورید تا سلامتی شما تضمین شود خب در ادامه دوستان از دیوان شمس دیوان شمس می که کتابی است که توسط مولانا جلال الدین محمد بلخی نوشته شده و به خاطر که علاقه بسیار بسیار زیادی به دوست دیرینه خود شمس تبریزی داشته است این کتاب را به نام نامگذاری کرده در داخل این کتاب اشعاری آمده است در مورد اهمیت و ضرورت آب بالای حیات انسان چی گفته است بریده شد از این جوی جهان آب را بازگرد و وارسان آب چو باشد آبها نانها بروبند برون است از زمین و آسمان آب روان و جانتان گه شاد گردد که از اینجا سوی تو آید روان آب بله دوستان نگاه کنید میگوید که جسم و جان انسان و روح و جان انسان برای حیات برای ادامه زندگی به چه نیاز دارد به شادمانی ای شادمانی ای شادی و این نشاد چگونه حاصل می شود ای شادمانی به واسطه دیدن آب شرب آب و استفاده از آب پاک و سالم انجام می شود به طوری که می بینیم دوستان آبها برای انسان ها بسیار مهمند هم ما می توانیم ای آبها رو بخوریم شرب کنیم و در واقع اون قسمتی که بدن ما به آب نیاز دارد تامین کنیم و هم می توانیم از این آبها برای ساختن نان استفاده کنیم می دانیم که نان از گندم از جو درست می شود و این گندم و جو به چی نیاز دارد دوستان به آب نیاز دارد که رشد کند توسعه پیدا کند و ما بتوانیم او گندم را آرد کنیم و تبدیل به نان کنیم همه در واقع قسمت های مختلف کره زمین دارای آب است هم میتوانیم از سفره های زیر زمینی که در زیر زمین قرار دارد با حفر چا با حفر قنات در واقع باعث خروج آبها و استفاده از ای آبها شویم و هم در واقع نزولات آسمانی که خداوند تبارک و تعالی بر بالای سر ما قرار داده به واسطه ابرها و ریزش نزولات آسمانی از این آبها نیز استفاده کنیم خب شاگردای عزیز و گرامی در بخش دوم رسیدیم بخش دوم ما در حوزه قواعد دستور است خب شاگردای عزیز میخوایم در مورد صفت تفصیلی برای شما صحبت کنیم در جلسه قبل در مورد صفت فاعلی توضیح دادیم گفتیم که صفت فاعلی صفتی است که در واقع بیان کننده موصوف قبل خود میباشد ولی اون موصوفی که در واقع از نوع فاعل میباشد و توضیح در مورد اسم قبل خود مدد حالی یک صفت جدیدی میخوایم برای شما دوستان بیان بکنیم تحت عنوان صفت تفصیلی صفت تفصیلی چیست؟ تعریفش این گونه است آن است که برتری یک موصوف را بر موصوف دیگر یا برتری یک چیز را بر چیز دیگر نشان داد کلمه مهم در این تعریف دوستان میبینید کدام کلمه است؟ کلمه برتری میبینیم که در واقع در صفت تفضیلی آن چیزی که مهم است دوستان چیست او برتر بودن بالاتر بودن بالاتر بودن برای یک موصوف است که میخواد نشان دهد که یک موصوف بر یک موصوف دیگر یا یک چیز بر یک چیز دیگر چه چی دارد برتری دارد این برتری بودن میتوان در چی باشد میتواند در رنگ باشد در بو باشد در مزه باشد در اندازه باشد در حالتهای مختلفی که برمیگردد در او چی دوستان در او موصوف در اشاره میکند مانند چی میگوییم خوبتر مانند چی دوستان خوبتر خوبتر یک صفت تفصیلی است نشانه دوستان نگاه کنید در پایین نیز گفتیم در قسمت نکته میگویم نشانه صفت تفصیلی چی دوستان همی پسوند تر اینست که در آخر اسم ها ما یک پسینه داریم یک پسفندی داریم تحت عنوان تر دوستان ها هر زمانی که در یک صفتی ما پسفند تر پسینه تر را اضافه کنیم او میشه صفت تفصیلی مانند چه حالا دوستان؟ مانند خوبتر خوبتر میگویم چی؟ میگویم این کتاب از آن کتاب خوبتر است این میشد مقایسه مقایسه در واقع انجام شده و حالی میخوایم برتری و زیبایی و قشنگی و خوبی را از یک موصوف به موصوف دیگر مقایسه کنیم و نشان دهیم که یکی از یکی برتر است حال برتری در چیست؟ در خوبتر این کتاب از اون کتاب دیگه چه دوستان خوبتر است تازه تر میگوییم چی مانند چه دوستان مانند این میگوییم که این برنامه از اون برنامه تازه تر است تازه تر که در واقع چی داره؟ در انتهای تازه پسینه تر داره بلندتر که اندازه رو نشان میدن میگویم که این پسر از او پسر چیه؟ قد بلندتر است دوستان قد بلندتر به اندازه در واقع چی میکنید دوستان؟ صفت تفصیلی را توضیح میدهیم کلانتر کلانتر میتواند از نظر سن باشد از نظر جسه باشد از نظر جسم باشد از نظر اندازه باشد از نظر ابعاد باشد میگوییم که در واقع چی دوستان میگوییم که این کفش از او کفش کلانتر است این مرد از او مرد کلانتر است میگوییم دوستان این میشه از صفت تفصیلی صفت تفصیلی بیان کننده برتری یک اسم بر اسم دیگر یا یک چیز بر چیز دیگر است که دوستان باید همیشه در خاطرتان باشد چی باشد؟ این که نشانه صفت تفصیلی همیشه است که در انتهای او اسم که در واقع جنس صفت باشد چه می آید؟ در واقع یک تر می آید که یک نو فسین است خوبتر زیشتر قشنگتر بدتر نگاه کنید دوستان کلانتر خوردتر بلندتر کوچکتر تازهتر تر کهنه تر نگاه کنید دوستان این میشه از صفت تفصیلی خب شاید عزیز میرسیم در بخش آخر درس امروز بخش آخر درس امروز ما یک کار خانگی است که برای شما عزیزان اینجا قرار داریم میگوییم که با اسمهای دانا سبز زیاد و کوتاه صفت تفضیلی مناسب بنویسید و چند کلمه به شما دوستان میدهیم و حالی از شما میخواهیم که با این کلمات یک صفت تفصیلی بسیار مناسب برای ما بنویسید و در جلسه بعد برای ما ارائه کنید حالی میخواید ارائه کنید دوستان نحوه ارائه کار شما چگونه است چگونه میتوانید ای را برای ما ارسال بکنید خب راه های ارسال کار خانگی شما به ما در واقع در این برنامه چیست مانند جلسات قبل دوستان فراموش نکنید فراموش نکنید فراموش نکنید 20964 و, 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 و پنج 40 13 این سامانه ارتباطی ما این کانال ارتباطی ما با شماست هر نوع نظر پیشنهادات کار خانگی داشتید برای ما ارسال بکنید و با نظرات سازنده خودتان ما را دلگرم کنید خسته باشی شاید عزیز در پایان جلسه امروز رسیدیم تا دیدار و دو در واقع جلسه ادبیات دری دیگر با شما عزیزان به درود میگویم خداوند یار و نگهدارتان